اتحاد برای نوید نام کمپینی است در اعتراض به اعدام نوید افکاری. با همین هشتگ کاربران از جامعه جهانی و فدراسیون‌های بین‌المللی می‌خواهند تا مانع حضور جمهوری اسلامی ایران در تمامی میادین ورزشی در سراسر جهان شود. اعدام نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله، شوک بزرگی برای افکار عمومی در ایران بود. از همان زمان بسیاری میگفتند حکومتی که ورزشکارش را بالای دار میفرستد باید حضورش در میادین ورزشی بین المللی تحریم شود. حالا ویدیوهایی از چهره‌های سیاسی، حقوق بشری و همینطور ورزشی منتشر شده که خواهان تحریم ورزش ایران هستند. حکومتی که نیمی از جمعیت کشورش زنان رو از حق انتخاب ورزش دلخواهشون محروم میکنه، حکومتی که قهرمان کشه جاش تو دادگاه های بین المللیه یا تو ورزش های جهانی، شما بگو. دخالت سیاست در امر ورزش باعث شده که تعدادی از بهترین قهرمانان ما این کشور رو ترک کنن و با پرچم کشور دیگری به میدان بروند. از کلیه فدراسیون های ورزشی خواهش میکنم به مدت یک سال ایران رو محروم کنید. نوید افکاری کشتیگیر شیرازی را تحت شکنجه به قتل رساند. ما ملت ایران از فدراسیون های بین المللی ورزش می خواهیم که با نگرانی به یک گفتن نگرانی اکتفا نکند و ایران را از تمام ورزش های جهانی محروم کند. در میان این صداها و خواسته هایی که هر روز بلندتر می شود هستند کسانی که مخالف تحریم کل ورزش ایران هستند. می گویند این خواسته منطقی نیست و در شرایط فعلی ورزش می تواند یکی از معدود دلایل شادی و نشاط برای جامعه باشد. می گویند تحریم کل ورزش یک کشور بی انصافی در حق ورزشکاران است که سالها تلاش کردند و در ضمن میگویند معادلات و روابط فدراسیون های بین المللی با کشورها پیچیدگی های زیادی دارد و کاملا جدا و متفاوت از روابط سیاسی است. اعدام نوید افکاری سوالات زیادی بر جا گذاشت که هنوز بسیاری خواهان روشن شدن آن هستند. پرونده ای که متهمش بارها با صدای بلند گفت بیگناه است، خواست دادگاهی عادلانه برگزار شود که رأیش بر اساس شواهد و مدارک صادر شود. دادگاهی که هیچگاه برگزار نشد و نهایت سر ورزشکار بالای دار رفت. مریم افشنگ، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره، سردار پاشایی، قهرمان کشتی جوانان جهان و مربی سابق تیم‌های ملی کشتی از ویرجینیای آمریکا با ماست. همچنین پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی و عضو تحریریه ایران وایر از وین اتریش به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای پاشایی، با شما شروع بکنیم. علت اینکه شما خواهان تحریم ورزش ایران هستید چیه؟ با درود به شما و به پیام عزیز، در واقع باید بگم که دغدغه این کمپین این است که ما به ستم عادت نکنیم، به جنایت عادت نکنیم، به شکنجه، به اعدام عادت نکنیم، به سکوت و بی‌تفاوتی عادت نکنیم و یک واکنشی رو داشته باشیم. اگر ما فقط عادت کنیم به این مسائل و اونا رو بپذیریم، نه تنها خودمون بلکه آیندگان هم تباه خواهند شد. پرسش اینه که در تاریکی که وجود داره ما چقدر و تا کجا میخوایم ادامه بدیم؟ وظیفه هر کدوم از ماست که شمعی رو روشن کنیم و کاری رو انجام بدیم. مثل همین شمع کوچیکی که مسیح علی‌نژاد روشن کردن، مثل شمع کوچیکی که برای اعتراض به حجاب اجباری روشن کردند و به همون کمپین حجاب برگردیم. به نظر من مهمترین نکته که داشت این بود که صدای زنان ایران رو به دنیا میرسون که حجاب اجباری، اختیاری نیست و یک آینه کوچیکی میشد که بخشی از مشکلات سرزمین ما رو نشون بده. کمپین اتحاد برای نوید هم دقیقاً مثل آینه کوچیکی هست که ما به جامعه بین الملل بگیم که مردم ایران با اعدام موافق نیستن و انعکاس کوچیکی داشته باشه. آقای یونسیپور، نظر شما چیه درباره این کمپین؟ دوستی داشتم سالها قبل، زمانی که خدمت میکردم، که ایشون سرباز یکی از زندانهای تهران بزرگ بود
و ایشون یکی از وظایفش این بودش که در زمان اعدام اون حکم رو اجرا بکنه و یه زمان زیر صندلی ها میزد و بعد اون احیا اهرام رو میکشید. هیچ وقت فراموش نمیکنم که دچار چه مشکلات روحی و روانی شد به خاطر اینکه فقط حکم رو اجرا میکرد. من همیشه این مسئله رو گفتم که اگر ما هشتگ نعب اعدام میزنیم فقط به خاطر جلوگیری از اعدام یک فرد نیست. وقتی که یک فرد اعدام میشه ما داریم به خشونت دامن میزنیم، ما داریم یک خانواده رو نابود میکنیم و همینطور بذر نفرت رو میافکنیم. من همیشه در مورد تعلیق ورزش این مثال رو میزنم که تعلیق ورزش یک کشور، اعدام یک کشور. آقای پاشایی عزیز که من خودشونم میدونم من دوستشون دارم و ارادت دارم، میدونن که من در مورد شخص من خانم آیدا قجر مابروخ غلام حسین پور در رسانه ایران وایر اولین کسانی بودیم که در مورد نوید افکاری تلاشمون رو شروع کردیم برای اینکه اعدام نشه و رسانه ایش کردیم. اما این مسئله که به سمت این بریم که ما بخوایم از این طرف ورزش رو به سمت چوبه اعدام ببریم و بخوایم این یک نسل رو بکشیم، واقعا به نظر من چندان منطقی به نظر نمیاد. آقای پاشایی، شنیدید صحبت آقای یونسی پور رو؟ بسیاری معتقدند که درسته این گفته شما که عادت نکنیم به سکوت حرف قابل در که برای بسیاری، اما همزمان جوانان بسیاری هستند در ایران در نقاط محروم که سالهای سال ورزش کردند، تنها فرصتشون برای دیده شدن، یافتن فرصتهای شغلی، حضور در رقابتهای بین‌المللیه. تحریم ورزش ایران تحریم بسیاری از این جوانهاست که یک فرصت خیلی کوتاهی دارن از نظر حرفه‌ای برای اینکه بدرخشن. ببینید، باید اضافه کنم که من و پیام عزیز و خیلی از ورزشکارانی که شاید مخالف باشن ما رو به روی هم نیستیم، ما در کنار هستیم، هم هستیم، بلکه از دو تا زاویه مختلف به این موضوع نگاه میکنیم. اما در مورد جوانا که شما اشاره کردی تو گزارش قبل از مصاحبه هم وجود داشت، اشاره میکنه به اینکه این فرصت ها رو از جوانا میگیره. من باید بگم که کدوم فرصت ها؟ فرصت های ورزشکاران ما، ورزشکاران ملی ما خیلی وقتی از اونا گرفته شده و در دست عده‌ای خاص گذاشته شده. شما به فدراسیون های ما نگاه کنید، به سازمان ورزش ما نگاه کنید، تمام پست های ورزشی، اصلا شما کدوم مدالدار جهان المپیک رو میبینید؟ معدود کسانی که هستن، یعنی یک قهرمانان دروغینی زره قهرمانان واقعی رو تنشون کردن، شمشیرشون رو گرفتن و ادای قهرمانان واقعی رو در میارن تا بلکه نام نشانی برای خودشون کسب کنن. در واقع ورزش ما خیلی وقت دچار رنج، دچار بیماری هست. شما به سفرهای ورزشی ما نگاه کنید، کرامت ورزشکاران ما خیلی وقت از اونا گرفته شده، تحقیر شدن. بدترین سفرهای ورزشی شما ارزان‌ترین بلیط‌ها رو برای ورزشکاران ما میگیرن، طولانی‌ترین مسیرها اینا رو میبرن. همیشه هم یک حراست ورزشی باید باشه که مبادا جرعه الکل از نوشیدنی از نمیدونم جلوی ورزشکاری پایین بره، مبادا ورزشکاری فلان خطایی رو مرتکب بشه. و شما به ورزش زنان نگاه کنید، اگر برای من یک دلیل وجود داشته باشه که از این کمپین حمایت کنم، اون هم تبعیض در مورد ورزش زنانه. چرا ورزشکاران زن هیچ موردی صحبتی در موردشون نمیشه؟ تبعیضی که سیستماتیکی که وجود داره 40 سال، از خیلی از مسابقات محروم شدن، بالاترین مسابقاتی که به اونا اعزام میشن بازی‌های نمیدونم اسلامی، کشورهای اسلامی هست، هیچ فرصت شکوفایی ندارن. چه کسی باید در مورد این تبعیض‌ها صحبت میکنه؟ من در مخالفت با تحلیلی که میگه این ورزش، این کمپین میتونه ورزش اعدام کنه، باید بگم که فاجعه تعلیق ورزش کشور ما نیست، فاجعه خیلی وقت خیلی پیشترها اتفاق افتاده و این کمپین تنها میخواد که صدایی رو به دنیا برسونه، بلکه اعدام نویدها عادی نشه. آقای یونسی پور، این کمپین معتقدند که اعدام ورزش کشور نیست. ورزشکاران ما وسیله حمل و نقل عمومی خوبی ندارن. بله، من اطلاع دارم. ورزشکاران زن ما امکانات خوبی ندارن. درسته. بعد همینا رو ما تعلیق کنیم باید باشه عزیز. ببینید، من مسئله‌ای که دارم اینه که چرا ما نیاییم تلاش بکنیم برای اینکه سرداران سپاه مثل مهدی تاج که آمدند و غارت کردند و رفتن در مجامع بین‌المللی تعلیق و تحلیل نشن؟ چرا ما تلاش نکنیم علیرضا دبیری که در شورای شهر همه ما میدونیم بر اساس اسناد و مدارک چه فساد مالی داشته و رئیس فدراسیون کشتی تعلیم و تحلیل نشه؟ آقای یونسی پور، ممنون میشم اسم از کسی نبرید چون حضور ندارن، نمیتونن این اتهامات رو از خودشون دفاع بکنن. تشکر میکنم. چشم،
کسانی که در حقیقت این حالا بگیم فاجعه رو به بار آوردن برای ورزش ایران رو ما چرا به سمت تعلیق و تحریم نبریم؟ من یه مثال ساده بزنم، بشار عبدالله و بدرالحاجی، این دو نفر اسمشون برای اهالی فوتبال ایران بسیار آشنا، ستاره های فوتبال کویت بودند. الان کجا هستند؟ ستاره های فوتبال کویت کجا هستند؟ سالهای سال به خاطر اشتباه پارلمان کویت، کویت تعلیق میشه کلیت ورزشش و حتی برخی از ورزشکاراش اجازه پیدا میکنن با منت بزرگ IOC که زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک وارد مسابقات المپیک بشن، نکوبید. فوتبالش از بین رفت، هلند در حقیقت هندبالش که یکی از بهترین هندبال‌های جهان بود از بین رفت. آنچه که به جامون قدرت سیاستمدارانش بود. من تصور میکنم قدرت سیاستمدارانی که وارد ورزش شدن رو باید از بین ببرید، نه خود ورزش رو ازش خارج. آقای پاشایی، شنیدید صحبت آقای یونسی پور رو؟ به هر حال اتفاقی که میفته، مثالی که زدن اینه که بسیاری از ورزشکاران زندگی حرفه‌ایشون به اتمام میرسه در پی تعلیق ورزش کشور. خب پرسش اینه، در مسیری که مردم برای آزادی دارن میپیماین، ورزش و ورزشکاران ما آیا میخواهن گوشه ای از این بار بردارن یا نه؟ ما این ورزشکاران، من خودم جز ورزشکاران ملی بودم، جز مربیان تیم ملی بودم، با رنج‌های اون آشنا هستم. پرسش اینه که آیا ما این حباب شیشه ای رو برای اینا درست کردیم؟ کسی به اینا دست نزنه، مبادا ترک بردارن. تکلیف اون کسانی که در خیابان جونشون رو کف دستشون میذارن چیه؟ آقای پاشایی ممکن فکر میکنم که به حال عده‌ای که در ایران هستن، ورزشکارانی که در ایران هستن، شاید این انتقاد رو به شما بکنن که شما به واسطه موفقیت‌های بین‌المللی که داشتید توانستید که به آمریکا مهاجرت بکنید، الان شغل تضمین شده دارید و در از بیرون گود دارید تمام فرصت‌های شغلی ورزشکار داخل ایران رو تحت به خطر میندازید. پاسختون به اون ورزشکارا چیه؟ البته باید من بگم، من به عنوان ورزشکار ملی وقتی قهرمان جهان شدم ممنوع الخروج شدم و به عنوان تیم مربی تیم ملی وقتی 3 سال تیممون قهرمان آسیا شد و دوم جهان شدیم ممنوع الورود شدم به خانه کشتی. من جز ورزشکاران آسیب ندیده نیستم. اتفاقا من و خیلی از ورزشکاران دیده مثل همه مردم عادی دیگه از این سیستم آسیب دیده ایم. اینجوری نیست که من الان در جای خوبی نشسته باشم و اونا رو درک نکنم. من اتفاقا خیلی با از مربیان تیم ملی، با ورزشکاران داخل کشور در ارتباط هستم، برام اهمیت دارن و دوستشون دارم. اما داستان اینه که ما در مسیری که همونطور بهتون گفتم، ورزش هم یک باری از کوچیک از این مسیر آزادی رو که مردم میرن برداره. یعنی نمیشه که ما ورزشکاران رو حذف کنیم فقط به خاطر اینکه اینا ورزشکار ملی هستن. بعدش هم نکته دیگه که در مورد ابزار تنها ابزار شادی و نشاط مردم صحبت میشه، برای من خنده آوره. از کدوم نشاط ما صحبت میکنیم؟ از کدوم شادی ما صحبت میکنیم؟ ما وقتی که میبینیم هم نوعانمون تا کمر در زباله دونها خم میشن دنبال لقمه نون، ما از کدوم شادی دارم صحبت میکنیم؟ وقتی که پدیده خودکشی میان جوانها، میان نوجوانان رو میبینیم، وقتی که به کولبری شلیک میشه و بعد در جیبش تنها داراییش یک دونه 5000 تومانی خونین هست، من اصلا برام خنده آور. ما از کدوم شادی و نشاط صحبت میکنیم؟ اتفاقا جمله رو تموم کنم، دلیلی که کیس نوید افکاری انعکاس بین‌المللی پیدا کرد به خاطر هویت ورزشی اون بود. برای همین هم هست که این کمپین به خاطر هویت ورزشی که داره میتونه اتنشن بین‌المللی رو جلب کنه و یک نور کوچکی بتابونه به تاریکی که وجود داره داخل کشور. آقای یونسی پور، چه اشکالی داره اگر که ورزشکاران هم تلاش بکنن برای اینکه نوری بتابونن به وضعیت تبعیض‌آمیز در ورزش ایران؟ در این که خب به هر حال برخی از ورزشکاران هرگز همراه نشدن با خواسته های عمومی مردم. مثلا هیچ یک از فوتبالیست های تیم ملی ایران سال گذشته حتی در یه پست مثلا فضای مجازی هم همراه نشده بودن، انتقاد بهشون وارد هست. اما ببینیم در این مورد با خودمون صادق باشیم. قهرمانی استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیا، اون جام باشگاهی آسیا، در حقیقت به اسم کی نوشته شد؟ به اسم جمهوری اسلامی. قهرمانی پاس تهران چطور؟ فینال شاهن ذوب‌آهن و سپاهان یا مثلا پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان سوپر تیم ملی جام جهانی، آیا مردم ایران به پای جمهوری اسلامی نوشتن؟ من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی افتاده باشه. این انتقاداتی که ما داریم نسبت به برخی از ورزشکاران وارد هست، اما من واسه خودم همیشه یه سوال وجود داره. آیا اگر امروز نوید افکاری مرحوم عزیز ما زنده بود، که خب به هر حال برای بسیاری از ما این مسئله صادق هست که ایشون بی‌گناه اعدام شد،
اگر امروز زنده بود و به خاطر اعدام شدن یک ورزشکار بزرگ دیگه، حتی مثلا کاپیتان تیم ملی یکی از رشته‌های ورزشی، قرار ورزش ایران تعلیق بشه، آیا نوید افکاری راضی بود؟ ما باید به این مسئله هم فکر بکنیم که مردم ایران اصلا با ورزش شادمان نمیشن، هیچ اتفاقی نمیفته، اما از بین رفتن و تعلیق ورزش ایران کلیت یک اتفاق بزرگ رو به خطر میندازه، اونم ورزشیه که میتونه نسل‌های ما رو بسازه. آقای پاشایی چیزی میخواستید بگید؟ بله، من میخواستم بگم که مرحوم نوید ما نظرش نمیتونیم واقعا. من خودم اگه به اون ورزشکار 20 ساله بودم الان که تازه قهرمان جهان شده بود داخل کشور و میدیدم قهرمانان بزرگی در پی این هستن که صدای مردم به جامعه بین‌الملل برسونن، ازشون حمایت میکردم. شاید از کشور خارج میشدم برای جای دیگه کشتی میگرفتم. سوال برای من اینه که چند تا مادر نوید دیگه باید داغدار بشن و ما هیچ واکنشی نداشته باشیم؟ مادر فرزاد کمانگر و رامین حسین پناهی هنوز نمیدونن جنازه بچه هاشون کجاست. ما باید در مقابل کنشی که انجام میشه که جنایت هست و در مقابل اون واکنش اینو داشته باشیم. به نظر من واکنش اینه که بی‌تفاوت نباشیم و ببخشید که ابزارهامون محدوده، اما این حداقل کاری هست که ما باید بکنیم. بسیار خب، آقای یونسی پور پاسخ نهاییتون. من فقط یک نکته خیلی کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون، اونم اینه که من فکر می‌کنم اگر بخوایم مقابله بکنیم با این اتفاق، قربانی کردن ورزشکار فکر نمی‌کنم اتفاق خوبی باشه. رؤسا و مدیران فدراسیون کشتی ایران مجبور کرده بودن در زمانی که داستان نوید افکاری زنده شده بود که بسیاری از جامعه کشتی ایران در داخل کشور سکوت بکنن. اینکه ورزشکاران مهاجرت بکنن به کشور دیگه‌ای برن حقشون. اشکان دژاگه هم اومد از کشور آلمان فریدون زنده و برای ایران بازی کردن، این مسئله جداگانه ایه و البته خب میبینیم مسئله اقتصادی، اما به نظر من ما باید تلاش بکنیم برای این که رؤسا یا مدیرانی که از سایر نهادهای نظامی سیاسی اقتصادی وارد برنامه ورزش شدن و چنین فاجعه ای رو دارن بهش کمک میکنن و تحریم و تعلیق بکنیم در تمام عرصه‌ها، لااقل ممنوع ورود شدن به تمام کشورهایی که میزبان رقابت های بین‌المللی. متشکرم از هر دوی شما. پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی و سردار پاشایی قهرمان کشتی جوان